آمریکا به هزاران افغانستانی دیگر که احتمال دارد جانشان از سوی طالبان در خطر باشد امکان پناهندگی می‌دهد. دقایقی پیش تونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا طرح جدیدی برای پذیرش این افراد را اعلام کرد. در همین رابطه ارتباط مستقیمی داریم با همکارم گیتا آریان در وزارت خارجه. گیتا، طرح جدید که ارائه داد آقای بلینکن جدایی از اونیه که برای مترجما در جریان، درسته؟ درسته، همینطوره آریان. این گروه دومی هست، جدایی از اون مترجما هست و اینطور که از گفته وزارت خارجه آمریکا برمیاد الزاماً این گروه دوم نباید حتما فقط با ارتش آمریکا کار کرده باشند، بلکه میتونن طی این سالها با نیروهای ناتو کار کرده باشند یا اینکه در پروژه‌های دخیل بودن که بودجه اون رو آمریکا تامین کرده یا اینکه دیگه با سازمان‌های غیر دولتی کار کرده باشند یا حتی برای پیمانکارا، شرکت‌های پیمانکار ارتش آمریکا به نحوه کار کرده باشند و خب نه تنها خودشون بلکه خانواده درجه یکشون هم شامل این طرح میشن و البته مثل گروه اول که مترجمین هستن، این گروه دوم هم باید اون پروسه تایید صلاحیتشون از لحاظ امنیتی باز هم تایید بشه. آریان گیتا، آیا ممکنه که حالا که این تغییر به وجود اومده افراد دیگه ای هم که در یه دستبندی دیگه قرار میگیرن در مراحل بعدی پذیرش بشن؟ یک گروه دیگه ای در نظر هست و اون اعضای خانواده افغانهایی هستن که همین الان آمدن و اینجا هستن. این تا این زمان فعلا سومین و آخرین گروه هست که مورد نظر دولت آمریکا هست و اصلا اصولا اساس تصمیم دولت هم، دولت بایدن هم برای این کار این بوده که در واقع تشدید حملات طالبان بوده. از زمانی که پرزیدنت بایدن تو ماه می اعلام کرد که میخواد نیروهای آمریکا را از افغانستان خارج بکنه، طالبان حملاتشون رو شدت بخشیدن. جدیدترین اون همین هفته گذشته به فرودگاه قندهار بود، جایی که کمک‌های لوجستیکی به بقیه نقاط اون کشور ارسال می‌شد، یا اینکه همینطور هرات بود. و این مدت تمامی بسیاری از غیر نظامی ها کشته شدن و از اول سال هم حدود 33,000 غیر نظامی اصلا آواره شدن، از خونه کاشانه خودشون مجبور شدن فرار بکنن از بیم و ترس این حملات طالبان و یک گروه زیادی هم به سمت مرزهای اون کشور با کشورهای همسایه رفتن. بنابراین همین الان آقای بلینکن گفتش که این افراد به آمریکا کمک کردن، حالا آمریکا میخواد به اونها کمک کنه. آریان،